خشونت‌های پنهان عنوان مستندی است که طی همایشی با حضور مسئولان محلی، فعالین مدنی و باشندگان هرات اکران شد. در این مستند زندگی بانوانی به تصویر کشیده شده که از سوی مردان مورد خشونت‌های روانی قرار گرفتند. فعالین حقوق بانوان معتقدند تا زمانی که مردان از زنان حمایت نکنند و دولت در این راستا برنامه‌ای نداشته باشد، گراف این خشونت‌ها کاهش نخواهد یافت. همکارم فرهاد توحید گزارش می‌دهد. خشونت‌های پنهان، مستندی که در آن خشونت‌های روانی بر زنان به تصویر کشیده شده است. سلیم مقیمی، تهیه کننده و کارگردان در این مستند، ازدواج‌های اجباری، ازدواج‌های زیر سن و خشونت‌های روانی را به تصویر کشیده است. این مستند در ولایت هرات تصویر برداری شده و با مدت 40 دقیقه است. سند 40 دقیقه‌ای خشونت‌های پنهان حاصل 6 الی 7 ما تلاش ما و تیم کاری ما بود که بیشتر پرداختیم به بانوانی که به بیماری های روانی دچار هستند و مورد خشونت های روانی قرار می گیرند و خواست ماهی است که به هر حال در جامعه بانوان را در گام نخست مردان و در گام های بعدی دولت و افرادی که در جامعه هستند از اونها حمایت و پشتیبانی میکنم تا میزان خشونت بر زنان کاهش پیدا کند. از سوی هم فعالین حقوق بانوان تاکید میکنند تا زمانی که مردان از زنان حمایت نکنند، گراف خشونت‌های روانی کاهش نخواهد یافت. به باور حسینا نیکزاد، عضو مؤسسه زنان افغان، برای تساوی تأکید دارد، بانوانی که مورد خشونت‌های روانی قرار می‌گیرند، در سال‌های اخیر مورد کم توجهی قرار گرفتند. امیدوار هستم که با دیدن این مستند، مسئولین، چی مسئولین داخلی و چی مسئولین منطقوی و حتی بین المللی دیگه بیشتر از این خوی و خصلت جنگ و خشونت در رگ و خون مردم جامعه ما و کشورهای وارد جنگ اونا داخل نسازند. در همین حال اشتراک کنندگان در این مراسم معزلی که در این مستند به تصویر کشیده شده را دردآور می‌خوانند و خواهان توجه دولت در زمینه برچیدن گراف خشونت‌های روانی که بر زنان تحمیل می‌شود هستند. خود تبریک میگم برای مقیمی عزیز، یکی از خبرنگارایی که عشق می‌ورزه به مسلک خود و همیشه گزارش‌ها و مستندهای ساخته که تأثیرگذاری داره و یک فیدبک خوبی گرفتن و امروز همین مستندی که پخش شد، ما باورمند هستم که صدای مظلوم زنانی بود که همیشه متأسفانه متضرر شدند. و از نهادهای حامی رسانه‌ها خواهش می‌کنم که این چنین برنامه‌ها حمایت بکنه، این چنین لایه‌های زیرین خشونت‌هایی که در برابر زنان وجود داره اونا رو برملا بسازه و کمک بکنه که زنان از این وضعیت بیرون بیان. با این حال مسئولان محلی هرات افزایش خشونت‌ها بر زنان را نگران کننده می‌خوانند. به باور منصه حسن‌زاده، معاون ولایت هرات، نیاز است تا جامعه جهانی، حکومت و نهادهای حامی بانوان در این زمینه به گونه مشترک جهت کاهش خشونت‌های روانی اقدام نمایند. مستند خیلی خوبی بود و تمام دردهای و مشکلات و خشونتهای پیدا و پنهان خانمهای افغانستان بر نمایش کشیده بود و مستند درست کرده بود. به واقعیت همین مشکلات، همین خشونتها وجود داره. در افغانستان به دلیل چالشهای مختلف فیلمهای مستند کمتر ساخته میشه، اما سلیم مقیمی، مستندساز جوان، در قالب مستند خشونتهای پنهان توانست درد بزرگی را برملا کند. فرهاد توحید، آریانا نیوز، هرات.